نشست علمی روزانه آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 18 همه شوال سال 1445 برگزار شد در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در رابطه با لزوم فراگیری احکام و معارف دینی فرمودند طلب علم و تفقه در دین برای یادگیری هر شخص و عمل آن و همچنین به منظور ارشاد دیگران واجب کفایی است و تا زمانی که به قدر کفایت در این زمینه وجود ندارد واجب عینی است و در هر صورت امری واجب است چه کفایی و چه عینی باشد معظم الله در تشریح معنا و مفهوم فقیه فرمودند فقیه در لغت به معنای فهیم است همان گونه که در کتاب معالم نوشته شده که فقه در لغت به معنای فهم است و فقیه در اصطلاح روایات به فردی گفته می شود که آشنا به احکام باشد و ظاهر ادله هم دلالت بر این معنا دارد و ظهور هم حجت است ایشان در ادامه فرمودند آنچه که در روایات از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام درباره فقیه گفته شده منظور فردی است که نسبت به احکام شرعی آشنایی داشته باشد و موازین شرعی را به بهترین شکل, به بهترین شکل ممکن بداند آیت الله العظما شیرازی همچنین تاکید فرمودند هرگاه هر در کلام معصومین علیه السلام از تعبیر فقیه استفاده شد منظور آشنایی با سایر علوم همچون صرف و نه نمی باشد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم مو لازم إلا يكون مجتهد حتى لو مو مجتهد أما عارف بالأحكام الظاهر يشمله